سلام دوستان عزیز کانال بانی، با سلیقه به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم با هم سالاد کاهو درست بکنیم و چند مدل تزیینش هم بهتون میگم که خواستین درست بکنیم و تزیین بکنین ایده بگیرید. موادی که برای سالاد کاهو نیاز داریم خیلی سلیقه‌ای هست، هر کسی یک چیزی میریزه مثلا روی سالاد، ولی چند تا ماده هستش که اونها رو اگه توی سالادتون استفاده بکنی هم سالادتون تزیینش بهتر میشه و هم خوشمزه تر میشه. کاهو دارم اینجا، کلمه سفید دارم، کلمه بنفش دارم، هویج دارم و خیار و گوجه دارم. شما میتونید از ذرت، نخود فرنگی، فلفل دلمه‌ای، جوانه گندم، جوانه ماش، میتونی از اینها هم استفاده بکنی. ولی همین مواد اصلیش همین 4-5 تایی هستش که اینجا میبینی. نحوه خورد کردن به چه صورت باید باشه؟ هرچی شما مواد سالادتون رو ریزتر و نواری خورد بکنین، سالاد شما هم ظاهر قشنگی داره، هم موقع کشیدن و سرو کردن راحت تر هستش. من اینطوری خورد کردم، دو ساند. شما هم هرچی ریزتر خورد کنین بهتر هستش. راجع به خورد کردن کلم هم، من کلم ها رو با پوسکن خورد کردم. با پوسکن خیلی خوب میشه. اگر غذا ساز دارین یا اگر خورد کن دارین میتونین داخل اون هم بریزین. اگر ندارین با پوسکن خورد بکنین، یک اندازه میشه و خیلی ریز میشه. کلم توی کاهو باید خیلی ریز باشه چون هم ظاهر سالاد شما رو خراب نکنه و هم خوردنش راحت تر باشه. چون کلم یه خورده سفت هست، درشتم خورد بکنه خیلی خوب نیستش. حالا من خورد کردن کلم رو نشون میدم خدمتون. هویج هست، هویج هم میتونین رنده کنین و هم با پوسکن خوردش بکنین. من این دوتا کلم ها رو با پوسکن تراشم، این طرفش پوسکن داره، با این من خورد کردم. هم میتونی با پوسکن خورد بکنی و هم رنده بکنی و هم که با دست خیلی ریز، اگه میتونی با دست خیلی زمان میبره. خیار و گوجه هم خورد کردنش رو بعدا نشونتون میدم. برای خورد کردن کلم اول از وسط نصف میکنیم کلممون رو. این لایه روش رو باید در بیارین. خب اگر با دست میخواین خورد بکنین از اینجا شروع میکنین و خیلی ریز خورد میکنین. درشت خورد کنین به این صورت خوب نیستش، خوب خورده نمیشه. پس خیلی ریز شروع میکنین به خورد کردن یا با پوسکن خیلی راحت تر ما خورد میکنیم. نه چقدر ریز میشه با خیلی ریز میشه. کلم بنفش و کلم سفید و هویج رو میتونیم با پوسکن خورد بکنیم. خب میریم سراغ تزیین. اولین تزیین من توی ظرف گرد هست و موادی که لازم دارم: هویج رنده شده، خیار گوجه، خیار گوجه را خیلی معمولی خورد کردم، خیار رو با پوست و حلقه حلقه کردم و کلمه بنفش. خب اول با هویج شروع میکنم. میخوام 7 و 8 هویج رو بریزم. اول که کاهو رو می‌ریزیم با دست فشار بدین که قشنگ کاهو بخوابه و با هویج قاطی نشه. هویج هم زیاد می‌ریزیم ولی پخش نمی‌کنیم، به صورت یک نوار باریک می‌ریزیم.
هرچی هویج ریزتر باشه این مدل شما قشنگتر میشه. خب یه دونم هفت به این حالت. همینطور دور ظرف رو هفت و هشتی میکنیم. خب هویجا رو که ریختیم حالا نوبت کلمه بنفش هست. توی فضاهای خالی رو با کلمه بنفش قشنگ پر میکنیم که کاهوهای زیر دیده نشه. اگه میخواید تزیینتون خوب باشه باید مواد رو انقدر بریزیم که اون لایه زیری دیده نشه. هویج هم مثلا که ریختیم باید انقدر بریزیم که اون کاهویی که اون زیر هست دیده نشه. میتونیم کلم سفید هم اضافه بکنیم ولی بنفش به خاطر این تضاد رنگی که با هویج پیدا میکنه قشنگتر میشه. که شما میتونید خلاقیت به خرج بدین و مدل های خیلی قشنگ درست بکنید. برای مهمونیاتون بهتر از دیست ها و ظرف های کوچیک استفاده بکنید که بتونید چندین مدل درست بکنید روی کاهواتون. من بخاطر اینکه توی تصویر بهتر دیده بشه این ظرف بزرگ رو انتخاب کردم. شما هرچی ظرفاتون کوچیک‌تر باشه و فاصله سالات ها به هم نزدیک‌تر باشه توی سفره یا حالا توی میز خیلی بهتر میشه. وسطش هم با خیار و گوجه تزئین میکنیم. گوجه ها رو لایه هاشو نازک میکنیم و روی همدیگه میذاریم. به طوری که هر گوجه باید روی گوجه قبلی قرار بگیره. به این صورت. خب وسط این هم خیار میذاریم. نمیتونید از یه گوجه بزرگ استفاده بکنید و همچه گوجه بزرگ رو درسته گل بکنید و بذارین این وسط. منتها اونطوری برداشتنش یه خورده سخت میشه. خیارا هم به همون صورت میذاریم، یعنی نصف خیار روی خیار زیری قرار میگیره. خب گوجه ها هم گذاشتیم. این جاهای خالی رو هم میتونیم با ذرت، فلفل دلمه ای، با هر چیزی که دوست داشتیم میتونیم پر بکنیم. من با کلم سفید پر میکنم. خب این یه مدل تزیین سالاد توی دیس یا ظرف گرد بود. یه مدل هم من توی ظرف مستطیلی نشون میدم بهتون، یا حالا مربعی هم میتونین این مدل رو انجام بدین. خب یه مدل دیگه، کاهو رو که ریختیم هویج رو به صورت مثلث میریزیم دو قسمت ظرف، حالا یا این قسمت یا این قسمت، حالا ظرف مربعی هم باشه میتونیم بالا پایین ظرفتون بریزیم و بعد خیارها رو میذاریم. من یه مدل برش خیار رو برای روی سالاد بهتون نشون میدم. خب خیار رو از وسط نصفش میکنیم و وقتی که داریم خیار رو حلقه میکنیم یه دونه تا نصف میبریم و بعدی رو تا آخر. به این صورت. هرچی برش ما نازکتر باشه بهتر میشه. به این صورت. خب این خیارا رو داخل هم میذاریم و روی سالادمون میچینیم. به این صورت دور هویج رو خیار میچینیم. خب کلم سفید و کلم قرمز هم همینطوری به حالت هش میریزیم و وسطش هم گوجه میذاریم. خب این طرفش هم دقیقا به همون صورت درست کردم و وسطش هم گوجه گذاشتم. دیگه سلیقه‌ای هست که هرجوری که بخواین درست بکنیم. یه مدل ساده تر هم این هستش که کاهو رو ریختم و کلم ها رو همینجوری
دورش گذاشتم. اگه ظرفتون مستطیلی هست میتونید اینطوری بچینید، مثلا کلمه قرمز، کلمه بنفش، کلمه سفید، خیار. خیارها رو اینجوری ریز بکنین، مثل جوری که سالاد شیرازی درست میکنیم. خیار، گوجه یا حالا ذرت، هر چی داری میتونین به اون صورت هم درست بکنین. این هم از درست کردن، نحوه درست کردن و تزیین سالاد کاهو بود. برای سس هم من یه فیلم سس مایونز گذاشتم قبلا، میتونین نگاه بکنین و خودتون سس خونگی درست بکنین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ایده گرفته باشین. تا ویدیو بعدی و آموزش های بعدی، خدا نگهدار.